ببین من اصلا خودم دنسرم و ببین مارمولک خسته و بذار من کمربنده باید باید کنم اینو بزن اینجا بزن اینجا یا هیچی بگیر الان میریم دو در و دیوار ببین چند تا حرکت دارم مال خودمه فقط عقرب خسته و سم موش و آره از پشت اینجوری میپرم هوا بلد اینا رو این کاره ای بس آره با من مبتکر چند نوع رقصم خودم ای بس شیشه آینه اینا رو همه رو از رو من برداشتم به کسی نگی ولی اینا خب پس بزن بغل یه کل با هم بکنیم اینجوری نمیشه بابا آخه نمیشه بزنم یوی کلت بخوابید آره داستان میشه من زایت آمده بزنم بابا من در کنار هم دیگه باشه عجب موزیکیه داکت هم داشتی خوبه بابا این موزیک اصلا ایرانو واقعا تکون داد قدیم ویدیوهای این موزیک ایرانو تکون داد واقعا خیلی خفنه خودم یکی از اون یعنی موزیک ویدیوهایی بود که عشان اون تاثیر گذاشت جدی آره واقعا دقیقاً چه سالی بودین؟ این فکر کنم 1997 7 آره البته این رمیکس ها ولی ویدئویی که واسه این درست کردن این رمیکس که موزیکای اصلی ران دی‌ام‌سی ه دیسلایک کردشه که رمیکس ای دی‌جی است ویدئوش دنیا رو تکون داد ایران هم که قشنگ لرزید خیلی باحال آره یادش بخیر من خودم یادم مثلا یه دونه از حرکتای موزیک ویدئو رو می‌خواستم بزنم یه چی می‌دیدم یه چی دیگه واسه خودم وول می‌خوردم بعد چی بودیم دیگه ولی آره حالم خوب شد تو این گرما الان آره این خودم من چند تا حرکت خودم ساختم از روی این اصلا آره ایوه من اصلا ببین شبا میشم طراحی میکنم رقصا رو صبح اجرا میکنم خوبم در میاد آره اول دوم ردیف میشه یه ذره هوا کنک شو باید یه کل با هم بکنی نه ببین اصلا نره تو این داستان رفیق باش با ما حله آره چای کرم فرزین یا از 2012 فیسبوک نرفتی یا کاری نکردی چون از 2006 تا 2012 کلی جایزه داشتی از 2012 دیگه هیچی تو فیسبوک یا آپلود نکردی یا آپدیت نکردی نه بابا 2012 آره آخرین جایزه که گرفتی تو 2012 است احتمالاً بعد از اون موقع دیگه گفتی آقا خدافظ شما من دیگه کار نمی‌کنم پوسیدم گذاشتم نه بابا واسه فکر کن نه بابا تا 2000 به خدا مسابقه شرکت کردنم و میخوایی میگی یا فعالیت تمام جوایزی که گرفتی از 2006 گذاشتی هر سال که جایزه چی رو گرفتی کجا چی جایزه گرفتی اینجوری آپدیت نکردم فیسبوکم آقا دیگه فیسبوک ما گفتی از 2012 دیگه خداویسی کردی و هرگز نرسیدن بهتر از دیر رسیدن دقیقاً بله هرگز نرسیدن بهتر از دیر رسیدن دقیقاً همینطوره نه نه فیسبوک فعالیتم آره کم شد و قطع شد دیگه الان کسی دیگه فیسبوک معمولا ما ایرانی‌ها چون فیلتره فیسبوک کاری نداریم واسه همون آپدیت نشده و این چرا احتمالاً همون بود چون آره. خیلی واسه جالب بود که چرا اینجوری شد نه نه آره فکر کنم همون دیگه از 2013 14 دیگه فیسبوک به اون صورت فعالیت نداشت مثلا دیگه اومدیم سمت اینستاگرام ما چیز بودیم دیگه ما میگم چون کار ما بصریه معمولا ما اینکه همدیگه رو ببینیم چیز داشتیم دیگه مثلا میتینگ داشتیم میتینگ که نمیشه گفت میگم مثلا هر جمعه خب حالا نسل قبل من پارک ملت بودن زمان ما مثلا یه پاساژی بود تو فاز دو اکباتان پاساژ گل ها بودیم یه باشگاه بود ته پیروزی شرق تهران اونجا جمع می شدیم یعنی داستان اینجوری بود که همه می دونستن آقا جمعه اینجا هستن مثلا جمع می شدیم آره حالا هر چی بود کلکلی بود تمرینی بود اونجا می بود آره دیگه اون زمان یه هر چی بود اون موقع گوشی هم نبود فیلم می گرفتیم آره بخوایم کجا آپلود کنیم ولی اصلا حالا اصلا گوشی هم اگر بود از این گوشی تو آره دیگه دقیقاً یه چیزی نبود تو اسمار چی بود این کرمه کرمه 11 و 0 ببینم فرضین هنوز به رویات فکر می‌کنی بگو راحت باش رویایی هنوز تو سرت هست اون رویایی که حالا خب رویه اصلی من یعنی چیزی که از اول تو ذهنم بود حالا تو رقصی که شروع کرده بودم و دوران جوانی یه چیزی تو ذهنم بود خب یه سریش رسیدم بازم تو همین سالها بازم هنوزم که هنوزه همین الان دارم باز رویا پردازی میکنم دارم به
هدفان فکر میکنم واسهشم تلاش میکنم یا حالا به هر حال فرق نیست که همیشه یه چیزی بهش برسی و تمومش بگی. آره نه آخه یه جمله‌ای داشتی که می‌خواستید یکی از بهترین‌ها بشی توی دنیا و یه سطح خیلی بالایی داشته باشی، تو فیسبوک هم زده بودی اینو. آره ببین خب یه چیزی که هست به هر حال هر کدوم از ما ها وقتی یه کاری رو یعنی واقعا بهش عشق داریم علاقه داریم شروع میکنیم استارتش رو میزنیم یه چیزی هست که ما رو پوش کنه دیگه. آره. ادامه بدیم و اصلا شروعش کنیم، اصلا ادامه هم هیچی، یه دلیلی داره شروع کنیم دیگه. حالا منم وقتی شروع کردم یادمه دیگه همیشه میگفتم که من فلان روز رو فلان استیج باید باشم و بودی و آره خب بهش رسیدم تا یه حدی و شاید حتی یه موقعی من یادمه من سال 2008 یه تصویر سازی داشتم از یه تصویری داشتم از رویا، حتی به بهتر از اونم رسیدم، یعنی بالاتر از اونم رسیدم. خیلی خوبه. آره پس جلوتر بودی از اون چیزی که به عنوان رویا برای خود در نظر یه تایمی. آره واقعا اینجوری بود، ولی خب یه چیزی که هست اینه که خب این رویا پردازی هیچ وقت نباید استوب شه دیگه. آره همیشه باید باشه، وگرنه یا یه جایی باید دست میکشی دیگه. مثل شاید خیلی آدمایی که شاید به یه چیزایی میرسن بعد یه مدتی ول میکنن، حالا یه دلیلش اینه که رویاشون خیلی کوچیک بوده یا اینکه همونو فقط میخواستن دیگه، چیز نکردن. آره. زیاد پیگیری نکردن، همیشه باید این باشه دیگه. حالا من فرضینم خب تو این لولی که هستم بازم چیزای یعنی هدفای بزرگتری دارم که حالا میشه گفت رویا هم هست، واقعا یه چیزی که واقعا عشق دارم بهشون و بازم باید تلاش کنم که بهشون برسم دیگه. فرضین از اونایی هستی که به عشق رقص میری مهمونی یا اونایی که مثلا همه ازت توقع دارن که آقا دو تا حرکت بکنی؟ آره این که همیشه واسه ما دنسرا هستی، مثلا شده مثلا 70 سالمون باشه دو تا حرکت بزن بابا 70 سالمون. خودت خودت چی خودت اون عشق رو داری که بخوای بری تو مهمونی؟ آره بابا اصلا ما اصلا همینجوری بود داستانمون دیگه، ما میرفتیم که مهمونی که بهتره کنیم دیگه برقصیم. حالا جدا این که همین که چیز کنیم خودمون حال کنیم میرقصید، آقا رقص واسه مهمونیه دیگه، واقعیتیه دیگه. همین که خب به هر حال وقتی مهمونی میرقصیم اصلا میشی آس مهمونی و یه اسمی در میکنی و حالا توی تو همون مهمونی مهمونی دیگه عوض میشی و این داستان ها هست. آفره. خب الان خود سن و سال میره بالاتر یه ذره قضیه فرق میکنه. الان یه چیزی که میخوام بپرسم ازت، با آهنگای دامبولی ایرانی هم مثلا به زورت کردن برقصی یه حرکتی یه کاری بکنی یا نه؟ چون خود دیدی که میذارن. آره واقعا شده، الان داریم میگی داره یادم میاد یه چیزایی مثلا خیلی قشنگ جدی انتظار داشتم مثلا پاشی با فلان جلال همتی الان مثلا پاشه بعد حالا این خوبه به اصطلاح میگی مثلا من دنسرم، طرف مثلا من خردادی ها میره تو ذهنش مثلا چی میرقصی؟ باشه باید رقص ببینیم بابا لعنتی، حالا بیه توجیه کن. نه نه این همه که میگن مثلا میرقصی میرقصی چجوریه؟ چی بلدی؟ مثلا دختر خالهشون معمولا یا دخترموشون دیدی تو فامیلی که هستش که خیلی خوب میرقصه، معمولا عربی هم میرقصه و میره اون لباسه رو میبوشه، میگن خب پاشو مثلا با اکرم برقص ببینم همونجوری میرقصی. آره این اتفاقی که پیش میاد. آره من یه موقعی مثلا توی مهمونی های موزیک میزنم من اینجوری میمونم که حالا من چیکار منتظرم بقیه برم برقصم، میگم که حالا من با این موزیک برقصم. آره دیگه موزیک شما ایناستیه بابا بی خیال. فرض یه سوال میپرسم جان من راستشو بگو، تو کمد داداش دنبال چی میگشتی اون فیلم رو پیدا کردی؟ کدوم فیلم؟ بریکینگ. آها یعنی تو اگه مثلا میکروفون پیدا میکردی خواننده میشدی؟ نه ببین یه چیزی که بگم 1991 دیگه فیلمه درسته؟ نه خب من بعدترش دیدم اونو فکر کنم. آره یه تو همین بعدش دیدم من اون فیلم. نه احتمالا مثلا یه سری کمد داشت یه چیزایی کش میرفتی که یه روزی اون رسیدی. نه یه چیزی که حالا اکثر ماهایی که مثلا سن و سال اون پایین حالا تو بچگی شاید یه آدم بزرگی دور و برم مثلا تاثیر گذاشته دیگه اون حالا بر نه یکی مثلا چون پدرش موزیسین بوده موزیسین شده یکی من مثلا حالا داداشم دوستایی داداشم که بزرگتر بودن خب اون زمان زمانی بود که رقص مثلا داشت مد میشد رقص پا و فلان و این حرفا خب باشون میپریدم یه سری مثلا ویدیو میدیدم میدادم اون حرفا حالا جدا از همه اینا من از بچگی خیلی جسته ریزی داشتم و اینکه 7 سالگی رفتم سر کلاس ژیمناستیک. چه جالب. آره از 7 سالگی رفتم ژیمناستیک وقتی جسته ریزم خوب پیشرفت کردم، ولی خب مثلا اینجوری نبود که حرفه‌ای بخوام کار کنم و میرفتم برفت 6 ماه میرفتم یا 3 ماه نمیرفتم، ولی خب خیلی خوب پیشرفت کردم. حالا اصلا اون موقع که باشگاه ژیمناستیک امکانش مثلا الان نبود که روشک بود و یه مربی و ولی خب به نظر بزرگ. برای رقص خیلی آیتم مفیدیه. دقیقاً آره حالا میخوام به همین برسم که اون خیلی اون سابقه ژیمناستیک من خیلی تاثیر گذاشت هم رو ذهنم هم رو بدنم، یعنی از بچگی دنبال چیز خاص بودم که یه جوری انرژیمو تخلیه کنم. حالا به نحو خاصی حالا
یکی میگم موزیسینه با موسیقی میتونه انرژی تخلیه کنه حالش خوب شه. درست. یکی با هر چیزی. حالا بماند که حالا خب تو سن و سال پایین اونقدر به قضیه اینجوری فکر نمی کنی، فلسفی فکر نمی کنی، اونقدر حال کنی. بعد من اون فیلم بریکینگ رو دیدم یادمه، ولی خب میگم خیلی اون موقع کوچیک دیگه. چه فیلم هایی دیدی؟ چه فیلم هایی داشتی؟ بروسلی هم خیلی نگاه میکردم. بابا از بکن زمان ویدئو بود دیگه، VHS. دقیقا ما خودمون یادمه من ویدئو نداشتیم، مینی بود و بعدش این گنده ها اومد، یا گنده ها بود بعد مینی اومد. نه من یادم اون بزرگا بود. آره یعنی من واسه اون زمانم که تو بخچه میذاشتیم خونه فلانی میوردیم، خونه فلانی. آره آفرین. با چه بدبختی فیلم رو گیر میوردیم. این بریکینگ رو دیدم و تا یادم اون موقع که دیدم فقط حال کردم باهاش. یعنی اینجوری نبود که بگم خب الان من برم پیش فلانی که فلانی میرقصه یاد بگیرم، چون خیلی کوچیک بودم. بعد گذشت دقیقاً تو همین تایمی بود که سال فکر کنم 90 میگم این موزیک، این موزیک 91 این فیلمی که دیدی تو 91 آره نه این فیلمی سال... که آره نه من چند سال بعدش دیدم. آره چند سال بعد. بعد سال 97 بود فکر کنم این موزیک ویدیو ران دی ام سی در اومد ایسلایک دادش فکر کنم یه سال بعدش دیگه، یا همون تایم دیگه، چون همه رو ماهواره ضبط می‌کردن دیگه، شبکه ماهواره ضبط می‌کرد. من یه سال بعدش اورش سال فکر کنم 98 بود من این ویدیو رو دیدم. 98 این جرقه اونجا خوب. آره من قشنگ میدونم خونه دوست داشتم این ویدیو رو دیدم. همونجا من یادمه بلند شده بودم می‌خواستم ادای اونا رو در بیارم، یعنی اون اکتر رو امتحان کنم تو حالا اون سن و سال و بدون هیچ ذهنیتی. اونجا دیگه جرقش خورد دیگه که پیگیر شدم و شروع کردم. بعد با سابقه ژیمناستیک هم خیلی بهم کمک کرد، خیلی عالی، که یه سری کار رو بتونم انجام بدم. بعد یه کم کم رسید به همون باشگاه ژیمناستیک تمرین می‌کردم با چند تا دوستامون، شروع کردیم تمرین کردن و حرکت‌ها رو روی این VHS انقدر جلو عقب کنم. حالا با چه بدبختی همین فیلم‌ها می‌رسید دستمون بماند. اون موقع اینترنت اینجوری نبود، داستان بود. یادته که اون موقع اگرم فیلمو زیاد عقب جلو می‌کردیم بودم هدر در... می‌شد و ویدیو خراب می‌شد و می‌بردی میشه باز... سوسمارای ویدیو می‌بود داداش هدرش خراب. آره دقیقاً بسام و فلان. دقیقاً آفرین. آره. اون موقع است جریان این یاس چیه اینقدر زیر پستات کف و سوت و جیغ و هورا می‌زنه داداشین با هم دیگه چیه جریان؟ یاسر بابا، یاسر که از قدیمیای واقعا رقص ایرانه. یاسر از یه نسل قبل من حتی، یعنی اون موقع یاسر یعنی میرقصیده اولا. آره بریک دنس میکرد یاسر. جالبه که میگم واسه نسل قبل از منم هست. ببین من اینجوری حساب کنم، من واسه نسل سوم در واقع. نسل اول رقص پا و رقص دست و اینا بود، نسل دوم پاچه کولریا و اون شلوار پیلیدارا رو داری میگی؟ نسل اول اینا نه بعدی اونا بروستر. آها بروستر. آره آره. بعد یاسر میشد از نسل دقیقاً همین در واقع حساب کنی نسل اول بریک دنس ایران که قبل از من بود. آها. اینکه واقعا از به نظر من خود من الان هم هنوز که هنوز از آدم های تاثیرگذار هیپ هاپ ایرانه. خیلی جالبه. آره خیلی از چیزا، خیلی از رپرای ایرانی هستن که قدیم میرقصیدن، خیلی هاشون بودن. خیلی جالبه. آره. و اینکه خب به هر حال پس یاسر میرقصیده. واسه من افتخاره که از دوستام دوستاش هستم و از دوستام هستم. ما از فناش هستیم. منم خودم از فناش هستم. فنای آره میبینم که آخه زیر پستات معمولا تو پست میذاری گلی دستی سوتی جیغ و اورایی چیزی دیگه دالت اون شلوخ بلوغیش. من خودم با چست آف از اون واقعا وقت نمی کنم. مثلا یا یه موقعی آدم یادش نمیمونه که مثلا جواب این اونو بده. نه واقعا جالبه. ولی دمش واقعا آدم مشتی و با مرام خاکی. حالا شاید شده آقا مثلا یه دوست صمیمی هم داشته باشه نتونه مثلا آره یه زنگی بزنه یا یه لایکی بکنه پست. ولی این که مثلا این کارو میکنه یعنی پیگیرته و آره. یه جورایی خب فنت هم هست. کارش درسته واقعا آدم مشتی و حالا میگم از نزدیکی برخورد داشته باشی به یاسر عزیزم. به یاسر عزیزم سلام میکنیم. جاش خالیه آقا یاسر اینجا. جاتو گل میذاریم. گل نداریم بچه‌ها بدیم اینجا یاسر بذاریم اینجا. جای سبزه. فرزین میخوان دهن مهن منو تو رو امروز سرویس کنن. یه چیز امید یه چیز گودنیو همش دارن میخندن. چه بلایی میخوای سرمون بیاری؟ کاش دوربین داشتم صحنه اون برو میگرفتم که همه دارن اینجوری میکنن. امید میاد بیرون یه خنده من میکنه میره میشینه تو. نمیدونم چه داستانی واسه خدا به دادم برسه. خب سوال اول رو از آقای توسلی عزیز میپرسم. از دو نفری که توی اینستاگرام متنفری کی هستن اسمشون رو بگو. تو پیجم؟ نه کلا تو اینستاگرام. خب میگم نمیخورم دیگه. متنفر بدت میادم میبینیش فیمسا یا نه یا مثلا دیگه هر جور که خودت تشخیص میدی. تو متنفری؟ من یکیشونو میدونم.
بگو راحت کن خودت. اگر که نمیخوری مسئله ای نیست. نه 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 میگم صبر کن. خب وقتتون تموم شد، شما یکی وای بخو دیگه. وای بفرمایید. بعد آقا قورت بدم یا نه؟ شما مزه‌ش باید در حدی بفهمی که بتونی واسه بیننده ها بگی. میشه شمارهشو خودم انتخاب کنم؟ شمارهشو نه من انتخاب میکنم. فقط بگو شماره چنده؟ 10 و داده آقا، 10 و داده. خیلی خوبه. 10 خیلی خوبه. واقعا؟ آره بخو. عشق کن. فرضی خدا. سنتی و صنعتی داخلشه دقیقاً. فرضی خدا بس. بخو. وای وای. خیلی بد بود؟ اشکال نداره. نه مزه انش خب اون چیزی که با هم بوده فرق میکرد. خب حدث چیه؟ وا کنم آب مغز و شیر کاکاوه. آفری چی؟ آفری یه دست به تماسش اینقدر خوب بتونی تشخیص بدی. آب مغز با شیر کاکاوه بادی کردی؟ گند زدم به اینجا حاجی. آب مغز شیر کاکاوه رو بفرمود. سوال شما، اگه کتونی زرنگی مال زرنگاست پس دمپایی لا انگشتی مال کیاست؟ 5 ثانیه. چی؟ اگر کتونی زرنگی مال زرنگاست پس دمپایی لا انگشتی مال کیاست؟ دمپایی لا انگشتی نیست بس ما یکی از وای بخور واسه کیاست؟ همیشه گفتم یه چیزی جمعان داشت واقعا. تکونش یه دست ما همجان یه دست تکونش هم بده لو میخوره تو. آقا جوابش چی بود؟ جوابش این نبود. هرچی بود نمیخوام دیگه فکر کنم به هیچی. شماره چنده؟ یک. بخو یه عالیه. یه عالیه. رنگش پریده آقا. بخو فرضیم نمیخوام قیافت نگاه کنم وقتی داریم میکنی. اصلا دوست ندارم ببینم. این خوب خوشت اومد. چی بود؟ نمیدونم چی بود. تشخیص نمیتونیم بدین؟ نمیتونیم من بگم. چیه چه مزهش چیه؟ نمیدونم چه مزه ای. تنده. آلوچه، سس تند و آب. آب بخور، آب بخور. آب بده بهش. خدا لعنتتون کنه. مهتی مؤمنی، امید. خب، محمد جان. دوست دارم اگر که میخوای جواب بدی با تمام وجودت این سوال رو جواب بدی. بله. قبل از سفر مالزی توی هموم چی کار کردی؟ بده بخورم. بده بخورم ببینم. آیتم شماره 9 هستش. کی درست کرده 9؟ امید. یا پیشنهاد امید بوده. 9 مال مهدیه. بخور بخور. وای من تو رو ببینم میترسم. چه گوه این چه آشغالی آخه. بگی انو سس قرمز نه فلفل سس فرانسویه ماست چی انیه ماست موسیر آب گلو سس تند. کی این سوال رو ترک کرده بود؟ من. فرزین جان نظرت به نظرت بدترین بیبای ایران کیه؟ اوه بدم؟ بده بخوره. نه یه دقیقه وایس سایزه رو فکر کنم. خودم هم واقعا؟ آره. نه خودت نیست. خودم هم دیگه. آقا جواب دادم دیگه. نه آقا آره خودت هست. خدای خودش نیست. خودت حساب نیست. بخور حالا شمارش هم هم سه بخور. سه خیلی خوبه. خوبه. نه 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 سه خوبه. این اصلا دیگه سرطان نمیده. یا اونو بخو یا آمپول بزنه. سلامتی همه. سلامتی همه. سلامتی داشت خیلی داداش. این میخوره. نه تو چه جوری میخوری اینا رو؟ انا رو واسه سوال بعدی من خوردم. تو چه میخوری بیبوی ایرانی؟ یه چیزی از سر این چه جونه برای انی از این زده بیرون؟ این چی خورده ها؟ این شماره چند بود؟ چی بودی؟ حاجی نخوری بلا سنه بیت بزن کنی بگم کافیه. نه شماره 3 بود. سه بود. ترشی بندری آلوچه آب.
حاجی همه چیز ترشه خود دادیم به این خودم آشکار. آقای توسلی شلوغ نکن. آره دارم سوال هست. شما چرا با کیا دکتر بازی کردی؟ بده بخورم. بده بخورم آشغالا. های من که همه رو خوردم چقدر بدبختم. پنج. پنجه؟ اوه اوه اوه. پنج یکی از چیزایی که شما هیچ وقت امکان نداره. اصلا میتونی ذهن آدما رو بخونی بعد از این. داری اوه میزنی تو حاجی؟ بذار تو اون سفیده اون پیشمندتم ببند ظرف من محلولش گنده بخور نمیخوام بیارم بالا کس ببینه آقا من دکتر بازی نکردم به خدا پنجه به به بخور خوبه بخور آفرین خوبه خوردی؟ ای خوبه بخور حاجی این چیزای لیزی که توشه چیه؟ فلفل چرا مال من همه چیزش فلفل قرمز نوشابه ژله استوایی بدم ژله استوایی خدا لعنتتون کنه نگران نباش توی الفا بعد از ه چیه فرض اینجا آخری شده نه خب چون اشتباه گفتی اون باف هیه اینم فتش آجی برون نمخه یه جور نگاه اه 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 تازه الان مزهش زد بالا خیلی آشغالین همه تون بخون چنده شماره چنده؟ میم نون باف میم الان یادم رفت خودم بعد بله هی یه دیگه گفتم ببین اینو بخوری خب میتونی تیول ارز کنی آقا یه سری موجود داره تو این سطل میاد بیرون با این چیزی که درست کردی میخواد ببینی فرضین که خیلی خوب میخوره اصلا مشکلی نداره بخور بخور آیتم چند تا دیگه مونده من درست گفتم بعدش من اون موقع زمان ما هی آخری بود حاجی لبام داره میسوزه چرا اینقدر فلفل مال من داره هفته بخور هفته بخور جیان چطور بود خوب بود دوستش هفته یا نه ماست موسیر بود با تخم مرغ وای وای آشغال خدایا شکر که تخم مرغ نیومد جانت عزیزم خوب بود اگر اینا میخوای بازم باشه این باید داره آمپول بذاره سالمونلا نگیره خب محمد جان بیرسیم به شما عزیزم وای آقا لف نمیتونیم بدیم نه داستان شکستگی سر تو تعریف کن اوکی تعریف میکنم تعریف آقا یه دفعه من با یه دختری دوست بودم بعد بده بخورم یادم رفت چی شد که به ماجرای اومدی خونه ما من موهاتو تراشیدم برای چسب زدم درست کردم آره. حالا اونو بخور تا دیگه شماره شنو من بگم شماره دختره رو نه شماره شماره دو دو خیلی خوبه خوبه دو خیلی خوبه آره بخور حالا من چیشو نتونستم میخوای یه جلو کولرم بگی خونک شه که تگری شه عالیه گرم بودنش چقدر بده حالا یه جامد میشه بخور نه نه بخور آفره وای این چی بود حدس بزن داغ ببار بخور تخم مرغ بود با سس تون الان گفتی خب فرزین جان پنج تا حرکت بریک دانس که با الف شروع میشه رو برای ما بگو الف فارسی کاش داستانمو کامل تعریف میکردم یادم رفت اون مال خیلی سال پیشه ها بابا جلو مغزم بگو ا ای او آ یعنی ایربک ایرترک ایرفرنس خب ایرکاندیشن نکنم تمرکز کنم نکنی بخورش ایرکرافت نه لفت داری بخورش داداش عشق داداش اینجا که نشستی پشت آدم استرس میگیره بخور پنج دقیقه دیگه از اصلا بپرسی پنجا تا میگم بخورش منزرش دکتر داری سطلشو گذاشی پایین سطلمو بذار پایین شماره به من میگی لطفا شماره دختر دارم شیش شیش خیلی آه شیش خوبه شیش واقعا وای. شانسته وای مثلا شیش کلا عدد خوبیه چون پرسپولیس رو داستانا شیش کلا بخو ایمیج خوب بود دیدی خوب بود دیدی درد نداشت چطور بود آجی تو چجوری میتونی بخوری همینو خوب بود بخور برو بقیه شو بخوره
بخور بخور. چه جوری تو اینا رو می‌خوری آجی؟ نه بخور یه ذره. یه تو خدا پس یاده. بخور. یه ذره وایس. ببینم واقعیه یا نه. اینا نگاهش. نباید شما رحم می‌کردی. نیست خوشمزه حداقل تو اینا برام بذاری. شاید این نه بخور خودت نیستی. شاید این اون آیتم. ببین مزه دهنم یه جوری شده. من نمی‌فهمم این خوبه یا نه. بخور. بخور. می‌خوام دماغت بگی برو بالا. بخور. آیا. چه بعدشو می‌کنم؟ چه بوی؟ بخور. آجی این نه این شیر کاکائوئه ولی یه چیزی توش داره. با آره بخور. شاید هم باید بزنی. نه این شاید خوبه باشه. بخور. نه این شیر کاکائو یه چیزی ولی توش نمیخورم. نمیخوری؟ میخوای بدونی چی بود؟ شیر کاکائو. عسل بود. سیروپ شکلات بود، آلوچه بود و نوشابه. امید.
Я слышал, что из Ирана команда Раха, прямиком из Ирана, Раха, давайте пошумим. Также с ними. You're welcome. Iran and friends. United crew. Иран на танцполе. Спасибо. Ну что ж, это были Raha и No Mercy против On Top Breakers и Smoke the Beat. Дайте шум! Farzin, خب الان چه خبر؟ ایران الان جایگاهش چیه؟ اوضاع احوال چطوره؟ تو رقص ما کجاییم؟ ببین الان رو بخوام بگم که خب خیلی ما بالا پایین داشتیم واقعا. یه سالهای خیلی خوبی داشتیم که اوضاع خوب بود، یه سالهای دوره افت کرد، خیلی بالا پایین داریم. اینم بزرگترین دلیل شرایط کشورمونه که حالا هر کاریش کنی رقصیه هستا ولی تابوه دیگه تو کشور ما. حالا هر رقصی فرق نمیکنه. باز حالا رقص ما خیلی آزادتر و راحت‌تر نسبت به رقصای دیگه و الان خیلی جاها بچه‌ها دارن توی خیلی استیجای خفن، توی جاهای خفن دارن اجرا میکنن هر شب هر هفته. اون لاین اجراشونه که دارن. مسابقه خودمون برگزار میکنیم، حالا میشه گفت آندرگراند، ولی نه آندرگراندی که با ترس و لرز باشه، نه یعنی دست خودمونه. منظورم اینه که از سمت جایی ساپورت و چیز نمیشه، ساپورت نمیشه، حمایت نمیشه، خودمونیم خودمون. آقا مثلا دارم میگم ما الان دو نفر نشستیم اینجا، یهو به این فکر میکنیم که آقا مثلا فلان تاریخی مسابقه برگزار کنیم. درست. با هم دیگه میشینیم کاراش انجام میدیم، مسابقه برگزار میکنیم تا اونجایی که میتونیم حرفه‌ای برگزار میکنیم، حالا با توجه به هزینه ها و اینا یه چیزی برگزار میکنیم که به اون خوش بگذره، حال کنیم. درست. و طبیعتاً چیزی هم که برگزار میکنیم نه جایزه آنچنانی خفن داره، چون اسپانسری پشتش نیست. نه به اون صورت مثلا اینجوری نیست که انقدر خفن نیست که از کشور خارجی بیان شرکت کنن، چون حالا نه تبلیغاتی هست نه داستانی هست پشتش. ولی در کل قضیه اینه که من خودم اعتقاد دارم، میگم با توجه به شرایط ما خیلی، با توجه به شرایط سختی که داریم جایگاه خوبی داریم علاوه فنی. درست. و اگه کشور ما یعنی ایران مثل کشوری مثل چه میدونم ترکیه یه جایی مثل دبی بود، خوب. ما شرایطمون خیلی از الان بهتر بود، خیلی از. من نمیگم و شعار نمیدم آقا ما مثل آمریکا یا ما میترکون، نه این خبرا نیست. ولی خب میتونستیم جایگاه معمولی داشته باشیم. الان مثلا دارم میگم همین که من فرزین ایرانی مثلا با دلار چه میدونم الان چنده 14 15 تومان دیگه 13 تومان با دلار با این وضعیت دلار میتونم برم مثلا کشور خارجی مسابقه شرکت کنم که تجربه من بیشتر شه. سخته. چیزی که بگم حالا سال 1385 تا قبل 1385 همه چی 100% زیرزمینی بود. این چیزی مسابقه نبود. قبل 85 همه چی زیرزمینی بود. قبل 85 همه چی 100% زیرزمینی بود. من با شما مشکل داشتم. خب. فلان روز فلان جاش میخوام باهات کل کنم. تموم. خب. سال 1385 یه چیزی فدراسیون اورنج اسپانیای ایروبیک. خب. اومد بریک دنس رو کرد یه رشته ورزشی به اسم ایروبیک حرفه‌ای. خب این خوبه یا بده؟ این اون زمان شما خیلی خوب بود. نه نه نه. اینکه الان مثلا دنس رو بردنش توی ایروبیک. خب نه همین میگم الان نیست. این قضیه الان نیست دیگه. این قضیه واسه اون سال بود و واقعا هم تاثیرگذار بود. خیلی حجی خوبی بود. ببین شاید خیلی واسه خیلی عجیب باشه. الان شاید روی یوتیوب یا آپارات و اینا سرچ کنن مردم ببینن که سال 1985 تا سال فکر کنم 90 یا 91 مسابقه بریک دنس برگزار میشد تو ایران با 2000 نفر تماشاگر. 20 تا تیم 10 نفری از کل ایران میان شرکت میکردن. چه خوب. اصلا شاید واسه خیلی مردم عجیب باشه این جریان. الان هنوز ارتباطاتو داری؟ ارتباط به چی؟ نه مثلا همون بچه‌هایی که اون موقع میمدن. آره آره قطعا. خب همون آدما ان که هنوز هستن و یا شاید نسلای بعدیشون شاگرداشون این حرفا. بعد سال 90-91 این حرکت واسه چی میگم خوب بود؟ چون اون موقع واقعا لازم داشتیم ما. ما 100% زیرزمینی بودیم. خوب. با هم دیگه کانکت نبودیم. مثلا دارم میگم من فرزین کسی از شهرداری اصلا نمیشناختم، نهایتا تا کرج میشناختم.
یه هایی مسابقه شد دیدیم آقا اصلا از 15 تا 20 تا شهر از ایران تیم اومدن. خیلی خوبه دیگه. طبیعتاً کمیت بره بالا کیفیت زیاد چیز رقابت بیشتر میشه همین واسه کیفیت بره بالا. مثلا من یه آدمو یه شناختم اون موقع میدم بابا دمشون گرم تو فلان شهر و فلان شهر دنسر است. یا واسه همین باعث شد تهران یهویی 20 تا تیم مثلا تشکیل شه فقط توی تهران. اون موقع باعث واقعا باعث رشد شد و خیلی هم خوب. و خارج شد. سال 90 بود یا 91 دیگه یه حالت دوباره تعلیق در اومد و کلا قضیه کنسل شد. علتش چی بود؟ دیگه نمیدونم حالا علتش میتونه این باشه که آقا دیدن دیگه زیادی دستشون در میره. این قضیه زیاد داره بولد میشه. خب هر کاریش کنی رقص و این رقص دقیقاً از جایی میاد که ما صبح شب داریم میگیم مرگ بر اونجا. و اینکه یه اتفاق دیگه هم که افتاده حالا شاید واسات عجیب باشه نمیدونم شنیده باشی یا نه. بریک دنسر وارد المپیک میشه. جدی؟ ارزش؟ آره. نمیدونستم. تو المپیک زیر 18 ساله سال 2018 که تو بوئنس آیرس. حالا کیا تیم دارن؟ تیم نبود فعلا فقط انفرادی بود. انفرادی. آره. که تو المپیک جوانان که برگزار شد. خب تو نظر تو چیه؟ تو چی کار می‌خوای بکنی؟ ببین یه داستانی که هست اینه که حالا اینم بگم که برگزار شد تو 2024 این 2024 پاریس تقریبا تصویب شده که المپیک بزرگسالان باشه. المپیک تابستونی. یعنی احتمال 99% تو المپیک پاریس سال 2024 بریک دنس هم بغل رشته ورزشی دیگه هست. چقدر خوب. ببین یه چیزی که هست من با ذات این کار حال نمی‌کنم. خب این واقعیته. ولی خب خیلی از بزرگای بریک دنس دنیا از این قضیه حمایت کردن. و پشت این قضیه هستن. فرزین از معملی فیلیپینی چه خبر؟ معملی فیلیپینی به به چه مردی. فکر می‌کنم معملی اگر درست بگم یا حدس بزنم جزو لایه‌های اول دقیقاً آره. از نسل اول بریک دنس ایران آره. معملی بوده. و اینکه من قشنگ یادمه وقتی شروع کرده بودم رقصو معملی جزو اون آدمایی بود که مثل سلبریتی بود واسه من. آرزو داشتم نزدیک ببینمش. واقعا اینجوری بود. و حالا بعد از گذشته معملی پاک ملتیه. آره دقیقاً واسه اون نسله. و اینکه حالا بعد از 20 سال یعنی داداشمه رفیقین خیلی خوبه. واقعا افتخار میکنم به رفاقت باهاش. خیلی بعد جدا از اینکه زمان خودش از تاپ های بریک ایران بود معملی من یادم همیشه آدمی بود که اگه امروز یه آدمی یه جایی تو تهران یه حرکتی رو میزد معملی هفته بعد مثلا بهتر همون حرکت رو انجام میداد. خیلی عالی. چه جالب. خیلی خفن بود. حالا شاید الان همه خیلی از نسل الانی ندونن این چیزا رو ولی واقعا یه همچین شخصیت بود. و جدا از همه اینا معملی از آدمایی که واقعا از نظر اخلاقی نه تو بریک دنس ایران تو هیپ هاپ ایران باید الگو بشه. چه خوب. واقعا خیلی مرد اصلا ببین مرد عجیبیه. یعنی 100% دلیه. 100% دلی هر کاری میکنه. اینجوری معملی. میلاد کماندو چه خبر؟ میلاد الان یه ذره کمکار شده. نه خیلی کمکار شده. خوب. و اینکه خب به هر حال شرایط زندگی و میلاد متأهله. شرایطش ذره خب سخت‌تره از من. میلاد من همیشه اینجوری میگم یه آدم وقتی یه کاریو شروع میکنه شروع کردنش یه بحثه. حالا برای که خودم مثال میزنم من وقتی بریک رو شروع کردم حالا یه سری هدف و رویا و انرژی داشتم یه جایی بعد یه ذره شاید شل شی دوباره احتیاج داری که یه تلنگری شاید خانومش خوشش نمیاد زیاد نه 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 حالا بحث اون نیست بحث اینه که خب خیلی حالا اینجا هم بگم میلاد مثلا آدمی نیست یعنی شاید واسه خیلی عجیب باشه که بریک دنسر دکترا داشته باشه. دکتر عمران داره میلاد استاد دانشگاه واقعا دمش گرم یه شخصیت متفاوتی داره. آفرین بابا میلاد سلام بابا سلام میلاد جات خالیه جاتون اینجا گل گذاشت امروز اینجا گل بارونه. و اینکه اگه جایی به بعد شاید آدم خسته بشه میلاد اون سوخته بود که در کنار من همیشه بود میدونی یعنی من همیشه اینجوری میگم اگه میلاد نبود توی این چند سال اخیر شاید منم سالای 2011 12 13 یا حتی قبل اون ول می‌کردم بریکو. جالبه. ولی اینجوری بود که اون منو پوش می‌کرد من اونو پوش می‌کردم. آفرین. و این خیلی مهمه. در کنار هم بودنه باعث می‌شد که هم بیشتر حال کنیم با قضیه. خوب. بدونیم که تنها نیستیم. یعنی اینجوری بود که من تا اونجا که دیدم همه مسابقات خارجی رو با هم دیگه رفتیم. هر مسابقه خارج از ایران رفتیم ما با هم دیگه رفتیم. در حالی که شاید میلاد نبود من هیچ وقت نمی‌گفتم مثلا پاشم برم فلان مسابقه. به ترتیب متولد چندین؟ من 64 ام میلاد 65 آ معملی از ما بزرگتره 2 سال ما بزرگتره. معملی فکر می‌کنم حالا شاید حال نکنه بگم من 61 فکر کنم معملی 61 فکر کنم
خوب 61 خوره. آره 61 رو دوست دارم. آره آره. معمولی هم بزرگتره. جاتون پیش ما خالیه. آره جاتون حسابی خالیه و خیلی رفقای دیگه. آره 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 خیلی داریم. منتها حالا بخوایم بگیم امکان داره که خیلی زمان ببره و هی بخوایم وارد دیتیل بشیم. ولی ما گلای سرسبد این گلستان رو چیدیم و ازشون صحبت کردیم. ببینم یه بیبوی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ نمیدونم حالا لازم فنی بگم. ببین لازم کلی فن... اصلا کلا اگر مثال میزنم من خودم اگه بخوام بیام توی این رشته باید چه ویژگی داشته باشم؟ باید چه آیتمایی رو رعایت بکنم یا حالا مثلا اون شرایطو باید داشته باشم؟ آخه مثلا بشه گفت بهت بی بوی. آره آره. خب اول از همه که من با این لغتی که گفتی از اول از همه مشکل دارم. با بی بوی رشته. آن رشته. رشته وقتی میگی مثلا طرف همه آدمان یه ورزش تو ذهنشون میاد. خب کار من هنره، کار من رقصه. یعنی من همیشه بخوام بگم آقا مثلا چیکار میگم آقا رقصم. خب اصلاحش کن. آره. آره اتفاقا خیلی خوبه. من اینجوری استفاده میکنم همیشه. پس بیا تمیزش کن اینا رو از هم دیگه. بی بوی و دنسر و هیپ هاپ دنسر و اینا رو خب از هم دیگه جدا بکن. اینجوری بازش کنیم که ببین دنسر که خب لغت یعنی فارسیش هم ترجمه میشه رقصنده. طبیعتاً هر رقصی میتونه خب لغت انگلیسیه دیگه. آره. اون که ایرانی هم میرقصه دنسره. درسته. اون که هندی هم میرقصه دنسره. دنسر. اون که هیپ هاپ هم میرقصه دنسره. اینا همه دنسره. خب این که میشه اصلا دنسر و این که خب جدا اینه خب آره من بی بوی ام ولی دنسرم هستم چون کاری که انجام میدم یه رقصه. اونجا بی بوی به کسی میگن که بریک میرقصه میشه بریک بوی. بریک و دخترش هم حالا میشه بریک گرل میشه بی گرل. خب و طبیعتاً بخوایم خیلی وارد جزئیات بشیم اینه که بریکینگ از المنت های اصلی کالچر هیپ هاپ فرهنگ هیپ هاپ و تنها رقصیه که توی بین المنت های اصلی فرهنگ هیپ هاپ وجود داره نه فقط رقص هیپ هاپ. خب هیپ هاپ دنس ها خیلی رقصه مختلف دارن. پاپینگ هست، لاکینگ هست، اینا رقصه اصلی هیپ هاپ در کنار بریک، ولی بریک از المنت های اصلی فرهنگ هیپ هاپ و این بریک رو از بقیه رقصا از این لحاظ متمایز میکنه. فهمیدم. و اینکه من بخوام بی بوی رو تعریف کنم شاید من همیشه اینجوری میگم که از بیرون که نگاه میکنیم خوب. همه فکر میکنیم که کسی که سرش میچرخه یه بی بویه. خب ولی که خب فقط این نیست. چون بریکینگ یه هنر از یه فرهنگی اومده. خب و وقتی شما میخواهید ببین مثلا چی بگم، مثلا اینجوری میتونم مثال بزنم، وقتی تو به خودت میگی یه آدم به خود میگی لاتین، لاتینا یه فرهنگی هن. خب تو نمیتونی بگی چون مثلا بابا تو کوبا به دنیا اومده، مامانت هم تو کوبا به دنیا اومده، تو حالا برفت تو آمریکا به دنیا اومدی ولی هیچ چه لاتین نمیدونی بگی لاتینا. تو فقط رگ و ریشت لاتینه، فرهنگ لاتین رو نمیدونی و با فرهنگ لاتین زندگی نمیکنی، حتی شاید اون رسم و رسوم رو نداری یا حتی میدونی و دوست نداری رعایت کنی، پس تو فقط رگ و ریشت لاتینه، یادم لاتین نیستی. فهمیدم. و بی بوی هم داستانش اینه که از نظر من فقط بی بوی هم نه، کسی به خودش حتی میگه هیپ هاپ. درسته. باید یعنی در واقع میتونم بگم اون یه روش زندگیه، یه فرهنگیه که باید ازش اول از همه شناخت داشته باشی، باید بهش عشق داشته باشی، علاقه داشته باشی. شعار نمیدم آه من هیپ هاپ زندگی میکنم، نه این خبرو نیست. آقا بدونی در حدی که میتونی واقعا رعایت کنی خیلی چیزا رو. و بی بوی بودن هم همینه، بیگر بودن هم همینه. اینکه فقط یه کلا بذاری سر تو، یه پوز باحال بگیری و نمیدونم یه رو سرت هم بتونی وایسی رو تو عکس هم آپلود کنی رو اینستاگرام، این دلیل نمیشه که توی بی بوی باشی. باید یعنی یه چیزی فراتر از اینه. فرزین راجب این کتابت خیلی دوست دارم بدونم که چی شد به فکر نگارش این کتاب افتادی و دیروز داشتیم موضوعهای مختلفی که بهش پرداخته بودی رو نگاه میکردیم. درسته. بذار من از اینجا بیام بیرون. داشتیم نگاه میکردیم خیلی مفصل و جامع به همه چی پرداختی و یه جاهایی حتی برام مثلا جای سوال بود که یعنی درک و فهمش برام سخت بود. خب بالاخره که من یه خورده خب چون بعضی جاش تخصصی آره خیلی تخصصی. یعنی فکر کنم تو اولین کسی هستی که توی ایران همچین کتابی رو با این مضمون نوشتی. در مورد کتاب بذار بهمون توضیح بده و بگو که چی شد به فکر این افتادی که کتاب بنویسی. کلن حالا تو فرهنگ هیپ هاپ و حالا تو بریکینگ کلن تو کل دنیا فکر نمی کنم بیشتر از 10-15 کتاب نوشته شده باشه. خب
حالا اینم به اون بگو که ترجمه انگلیسی داره یا نه چه جوری؟ نه 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 فعلا که نه، فقط چیزی که من نوشتم دیگه، فقط و چاپ شده. خب حقیقتش اینه که من آدمیم که خیلی نوشتن رو دوست دارم، خیلی سعی میکنم که خیلی چیزا رو کتبی یعنی یادداشت کنم، خیلی که یاد میگیرم. آره چیزی که من میگم کلا علاقه دارم. و اینکه از چند سال پیش، حالا من از سال تقریبا از 11 سال پیش کلاس داشتم، یعنی کلاس بریک دنس داشتم. خوب. که هنرجو داشتم. خوب. و معمولا از روز همون روز اول یادم بود که یادمه که وقتی هنرجو میان سر کلاس میگفتم که با خودتون یه دفترچه بیارید چه که بهتون یاد میدم و بنویسید، چه کاری جالبی فراموش نکنید و اینکه آره اینجوری خیلی بهتر تو ذهن آدم میمونه و انگار داری تکرار تمرین میکنی با همون. خوب. نگاه کردن به اون نوشتهات و گذشت توی همین 4 5 سال 5 6 سال اخیر چند تا ورکشاپ برگزار کردم و عادت داشتم بازم تیتروار چیزایی که تو ورکشاپ ها میخواستم بگم و مینوشتم. مینوشتی؟ آره، که وقتی میرم سر میرم ورکشاپ هم خیلی پراکنده نباشم. خب. بعد تو همین هین هرچی هم یاد میگرفتم باز خودم مینوشتم، حالا چه طبق تحقیقاتی که میکردم، سرچی که میکردم، چه چیزایی که حالا مثلا این منوار میرفتم یاد میگرفتم سعی میکردم بنویسم. خب. بعد خیلی پای ورکشاپ ها و مصاحبه های بزرگای دنیا میشستم، نشستم نگاه میکردم حالا تو یوتیوب یا حالا ورکشاپ هایی که رفته بودم و مینوشتم. کار به اینجا رسید که این نوشتم یه ذره زیاد شد، دیگه اینجوری بودم که مثلا ورکشاپ می‌رفتم حتی یه ذره جزئیات هم می‌نوشتم، دیگه فقط به تیترا و کلیات بسنده نمی‌کردم. بعد تصمیم گرفتم که یه جزوه تهیه کنم از این و بدم هنرجوام، بدم هر کی دوست داره خوب. استفاده کنین، من که بلدم حالا اینا رو مثلا من می‌دونم. خب آقا شیر کنم اینو دیگه، خب نگا دارم خودم که چی بشه. که یه روز با یکی از دوستام که خودش از قدیمی ترین دنسر ایرانه به اسم آی کاوه صدقی که الان از بزرگترین یعنی از تاثیرگذارترین آدمای ورزش کشور ما هست. چجور؟ داشتم صحبت میکردیم یه ذره بحث بریک دنس شد و اینا به یاد قدیم و گفتم که حقیقتش من دارم یه جزوه نوشتم دارم دارم جمع و جور میکنم که آقا اینو بدم به هر کسی که دوست داره استفاده کنه دیگه. گفت چرا جزوه داری می‌نویسی؟ کتابش کن. یه اینجا حقه خورد اصلا آفره. از این زاویه به قضیه نگاه نمی‌کردم. آره گفتم کتاب می‌نویسم شما فکر کردم آره میتونم بنویسم. بعد دیگه گفتم خب اوکی یه کتاب 60 70 صفحه‌ای میشه دیگه. شروع کردم نوشتن. خوب. تقریبا از لحظه‌ای که دیگه استارتش رو زدم تا لحظه‌ای که چاپ شد یک سال و نیم طول کشید. چه خوب. و خب حالا دیگه الان بهم بگم بنویس فکر نمی‌کنم دیگه خیلی کار سختیه. آره یه زمانی داره کردنش. آره و اینکه جمع و جور شد و دیدم واقعا شد و کار به جایی رسید که میگم تو ذهنم همچین چیزی بود، یه کتاب 370 صفحه‌ای شد. خیلی آره دیدم خیلی زیاده. آره. آره خودم فکرشو میکنم. و اینکه کتابم فقط در مورد بریک هم نیست، آره در مورد موضوعاش. آره مثلا بگو فصلندیش چجوریه. من سعی کردم اول از همه کسی که کتاب منو میخونه اولین چیزی که متوجهش اینه که هیپ هاپ چیه. چون الان نگارشش عامه پسندم هست، یعنی روانه برای همه نمیشتم. اصلا حتی خیلی عامیانه و راحت نمیشتم. خب روانه که همه میشتم. آره ارتباط برقرار کنه هر کسی. خب من اول از همه سعی کردم که هیپ هاپ رو توضیح بدم که اصلا هیپ هاپ چی هست، چون خیلی از ما نه ما ایرانی ها تو کل دنیا این شبکه‌های خارجی رو باز میکنیم نگاه میکنیم فکر میکنیم هیپ هاپ یعنی فقط همون. من همیشه اینجوری مثال میزنم که تا اسم هیپ هاپ میاد همه مردم فکر میکنن که یه سیاه‌پوستی که یه زنجیر طلا ازش آویزونه و چهار تا دختر دورشن و از یه ماشین چه میدونم یه میلیارد دلاری پیاده میشه و اوکی این هست، ولی این ظاهر قضیه است. بعد ببینیم شاید باشه ولی ظاهر قضیه است. بعد ببینیم واقعا هیپ هاپ درونش چیه، چی شکل گرفته، چی میخواد بگه. آفرین دقیقاً خیلی مهمه و اصلا چی شد شکل گرفت. من اول همه شروع کردم اینو نوشتن کتابم که هر کسی که کتابم میخونه من اول متوجه شه اصلا قراره چی بخونه و شاید خیلی از چیزایی که قبلا تو ذهنش در مورد هیپ هاپ داشته همون اول شکسته شه. فهمیدم. و یه جوری ذهنش تصفیه شه که بابا شاید هیپ هاپ اون چیزی که فکر می‌کرده تو الان نیست. شاید خیلی از من شده واقعا دارم اینو میگم، من بعضی جا ورکشاپ می‌ذارم. خب. بعد بچه کوچیک سر مثلا ورکشاپ من میان، بچه مثلا 7 ساله، 8 ساله، 6 ساله. مثلا پدر مادرشون هم هستن سر کلاس. جالبه. سر ورکشاپ مثلا نشستن تا حال کلاس تموم شه بعد. بعدش که ورکشاپ تموم میشه این بازخورد داشتم که پدرمادر اومدن مثلا به من گفتن که این بود، ما یه چیز دیگه فکر میکردیم. جلد. چقدر خوبه هیپ هاپ، چقدر چیز میتونه بچه‌ی من یاد بگیره. خیلی از درسای زندگی که شاید به
هیچ وقت به ما تو مدرسه یاد نمیدادن، خیلی مرامای زندگی، خیلی از چیزایی که هیچ وقت شاید ما اصلا تو جامعه هم یاد نگیریم توی هیپ هاپ میتونیم یاد بگیریم. اتفاقا حالا یکی از سوالای خودم اینه که من الان اگر بخوام این رشته رو دنبال، میگم باز هی میگم رشته، بخوام دنس رو دنبال بکنم، بخوام برم سراغ رقص، نمیدونم الان به کی باید بگم، کجا باید مراجعه بکنم، چه جوری باید خودم رو مثلا برسونم به اون کلاس، به اون کسی که خدای این کاره. حالا میدونی مثلا شما الان شاگردای خودتو داری و که خیلی ها رو مثلا دور و بر خودت جمع کردی که اونا لذت میبرن از اینکه شما استادشی، خب ولی خب مثلا من نوعی نمیدونم الان چطور باید پیدا کنم، چطور باید مثلا بفهمم، درک کنم، میدونی این یه چیزی که هست. من حالا متاسفانه من اعتقاد دارم که، باز میگم اینم تو ایران نیست، یه ذره مردم اینجوری فکر میکنن که تو اینستاگرام یه ذره میچرخن، خب چک میکنن میبینن که هر کی فالوورش بیشتره پس توی اون هنر، تو اون زمینه، تو اون موضوع انگار حرفه‌ای تره، بلکه واقعا این نیست. شاید خیلی از بهترین های دنیا توی هر هنر و هر حوزه‌ای باشن که حتی صفحه اینستاگرام نداشته باشن و این به نظرم اصلا راه درستی نیست برای پیدا کردن اون آدم درسته، چه تو هنر من، چه تو هر هنر و موضوع دیگه. فرزین دمت گرم واقعا، چاکرم اومدی برنامه خودت، دم شما، برنامه شماست، مال همه است و اینکه ما تو رو ول نمی کنیم، تو هم ما رو ول نکن، ما رو در جریان همه چی بذار، در جریان اتفاقات و ایونت ها و چرا که نه، و اینکه ما رو حمایت کن. حتما دم شما گرم که به فکرید، فدای تو بشه، دارید یه جریانی را میندازید واسه هنرمندا، واسه حالا شاید اخشاری که اونقدر دیده نمیشن و طبیعتا همین هم باعث رشد میشه دیگه. آره واقعا باعث رشد میشه. اعتقاد دارم که یه سری چیزا هستش که ما باید متوجه شیم، تا وقتی بیان نشه متوجه نمیشیم، ما باید بگیم که مردم بدونن. آره واقعا همینطوریه و قطعا یه حرکت مثبت، امیدوارم همینجوری خوب پیش بره. راستش حالا خودمون هم خیلی دوست داریم که آقا مثلا بیایم باز بکنیم خیلی از رشته ها، خیلی از شاخه ها، خیلی از حرفه ها رو، خب که حالا اون چیزی که همه کج فهمی ها و چیزای منفی از ذهنشون بره بیرون، یعنی بفهمیم که آقا مثلا الان بی بوی یعنی چی، دنسر کیه، چی کار میکنن اینا، میدونی، یعنی بدونن که آقا مثلا حالا اینا کارهای خلاف عرف و اینا انجام نمیدن. دقیقاً این الان به نظر من خیلی خوبه، یعنی آگاهی رو میبره بالا. دقیقاً این کاری که شما دارید انجام میدید دیگه، توی هر پدیده و هر حالا موضوعی، هر هنری که مردم اطلاعات زیادی در موردش ندارن، این اتفاق بیفته ذهن خیلی آدمو روشن میشه دیگه. آره. کم کم و چیزی هم نیست که یک شب اتفاق بیفته، هر کدوممون بتونیم 1% تاثیر مثبت بذاریم، یک قدم برداریم. دقیقاً یک قدم برداریم، بعد یه مدتی میبینیم که آره. ذهن‌ها روشن شده و نتیجه خیلی خوبی داده این قضیه. آره. دم شما گرم که به فکرید و دارین حرکت بالا انجام میدید. دم شما گرم که منو قابل دونستید. فدای تو بشم عزیزم. حالا من اینم میگم، من عشق داداشی آقایی نوکرم. یه چیزی که هست اینه که حالا من فرضی، من نوعی به نمایندگی یه قشر بزرگی از سمت شما، به لطف شما انتخاب شدم اومدم و شاید خیلی‌ها بودن که لیاقت اینو داشتن که الان روی صندلی نشسته باشن جای من و قدیمی‌تر از من، جدیدتر از من، کسایی که فعالیت می‌کنن. من فقط یه عضوی از این خانواده خیلی بزرگم که شاید یه حرفایی باید می‌زدم که حالا تا اونجایی که تونستم سعی کردم بگم که نه خیلی عالی و خوب بود، یه ذره آگاهی بیشتری بدم و خیلی خوب بود، قشر و جامعه خودم فقط بله. معرفی آه. کنم. امیدوارم که تونسته باشم وظیفه و دینمو درست ادا کنم. عزیز دلی قربون شکرت برم. به رسم احترام و اینکه دعوت ما رو پذیرفتین، آقا مخلصم، زنده باشین، دم شما گرم، مرسی مرسی، ممنون، از برند عطر رسپیرو، خیلی خیلی ممنون، عطر بسیار خوشبو، دم شما گرم، زنده باشین، امیدوارم که چه چیز مناسب و خوب و اصلا نکنه، دم شما گرم بابا، مرسی، امیدوارم که خوشت بیاد، خیلی ممنون، لطف کردید، مرسی، دم شما هم گرم، خیلی گرم.
straight to you from the NYC. Soul Sonic Force, Freestylers, UK. Feeling the groove, wigging and wild. Gonna make you move, cross the map with a sonic force, right like that. To keep the whack back, you rock mine, and I'll rock yours. Together we shine, and knock down doors. Together we drop it, and make new laws. Show to show, with the rhymes galore, giving them raw, put them on the floor. Scrabbing and scratching, cats like claws, flossing and glossing, never take a loss. Of course, the call, with the sonic force. We go back like men in caves, going for days, with the phrase that pays, going for days, blaze like a raid, grace the stages, guys like pages, they hit sounds up for pretty faces, hitting mates with the funky bass, you can't fake this, a player hates this, we set the paces, and winning races, next freestyle, the beat, the GL. Together we drop and make new